سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد از ونکوور همراه ما هستند. وقتتون بخیر آقای مسعود، سپاس از همراهیتون. نظرتون درباره صحت این گزارش چیه تو شرایطی که بسیاری از گزارش‌ها یکی از مشکلات شدید اقتصادی در افغانستانه؟ قربان شما، خدمت شما عرض شده که عمدتاً در این روزا ارقام و داده های احصایوی و بیرون مبرایه چی از سازمان های بین المللی چی از داخل افغانستان نمی تعجب آور میه. خب با وجودی که چنین چیز از جانب بانک مرکزی ارائه شده، بانک مرکزی افغانستان، میشه که او را از دو دید بحث کنیم. اگر از دید مجرد پولی بحث کنیم، خب درست است که در حقیقت پول در مقابل پول و به اساس پیش کردن دلار به هر هفته که 60.5 یا 65 میلیون دلار در هفتهوار در بازار مارکت یا مارکت پولی افغانستان پیش میشه و در اونجا این نوع حرکت ارزشی ایجاد میکنه که نوع ارزش تصنعی است که پول با پول بس میشه، که او قدر بر ما مهم نیست. مهم این است که موقعی که ارزش پول افزایش پیدا میکنه، اتومات باید قیمت ها رو در بازار پایین بیاره، سطح رفاهیت بلند ببره، سطح مصرف بلند ببره و در حقیقت نوع حرکت های انجام بده که بتونه رشد و انکشاف اقتصادی اجتماعی را ایجاد بکنه، که در اون صورت ما میبینیم که تاثیر زیاد نداره، گرچه تاثیرات خود داره در بعضی موارد، مثلا در قسمت آرد پایین آمده قیمت ها، ولی در مجموع در سطح عمومی قیمت ها کاهش به وجود نامده و سطح رفاهیت هم بلند نرفت. سطح رفاهیت افغانستان هنوز هم 5% است که یکی از پایین ترین سطح رفاهیت هاست که متاسفانه از 40 دست وقت جمهوریت که او هم خوب نبود به 5 پایین آمده. از این خود فکر میکنم که این نوع حرکت های تصنعی است و ارزش تصنعی به اساس تزریق دلار هر هفته به اندازه 65 میلیون دلار است که میخواین که ثبات نسبی ارزشی افغانی به وجود برن. از در یک دلیل ما گفتم میتونم که این تاثیرات نداره، برای اینکه شما اگر ببینید کمیال جدولی که ارائه شد، عمدتا در سطح دنیا کویت و قطر و بحرین و اردن که یکی از کشورهایی است که در پروبلم بسیار کلان دارد، از رده اول، دوم، سوم و چهارم قرار گرفتن، در حالی که یورو و دلار در رده نهم و دهم هستند. از این رو من فکر میکنم که ارزش تصنعی و اسمی پول نمیتونه که در حقیقت تاثیرات بالای اقتصاد کشور وارد بکنه، تنها میتونه که اسمن باشه و در بازارهای پولی منیس یک کالا در مقابل کالای دیگه که او هم پول باشه در حقیقت تقویه شده که در مقابل دلار تقویه شده، ولی باز هم در دو ماه گذشته نویش 8.5% کاهش ما در ارزش پول افغانی می‌بینیم. یعنی ما را در از 64 در 66 68 و 70 فقط دیروز 70 و 20 پیسه در بازار کابل تبادله شد که فکر میکنم یک نوع وفت دیگه است و این رقم بازارهای نوع تجارت پولی است که در مارکت پولی افغانستان صورت میگیره و این در حقیقت اونمو بازیگرهای هستند که اولیگوپول بازار است و اولیگوپول بازار به منظور چون مسعود یه تصویر در واقع از وضعیت واقعی اقتصاد افغانستان ارائه دادین. خیلی کوتاه میفرمایین با این وضعیت سال پیش رو برای افغانستان از حیث اقتصادی چطور میبینین؟ خوب این مربوط میشه به این جهان که جهان چگونه بازم تعاملات انجام میده. ما نادر که امو تعریف خوده که دولت افغانستان یا حکومت افغانستان یا طالبان میگن که حکومت بعد ولی بدون الटरनेटیو ایره دوام میتن و در پولوش هر هفته 65 میلیون دلار میتن و در بولوش هم تا امروز که 2 میلیارد و 350 میلیون دلار بیان دادن این رقم کار میکنن با 60 کشور که امیال اینا تجارت دارن بو میکنن یا تلاش میکنن که تعاملات سیاسی را انجام بتن و دولت هم تعاملات سیاسی را انجام بتن. در صورت که تعاملات سیاسی منطقوی و بین المللی در مقابل طالبان چین باشه، ما میگیم وضعیت نمیره خمیس و قد از زیاد انکشاف نمیکنه، برای از اینکه سرمایه گذاری وجود نداره و افغانستان هم در حقیقت فاقد سرمایه کلان است، میتونه در مو پروژه های ناتکمیل تکمیل بسازه و جهان هم در حقیقت اینا رو کمک نمیکنه. و اگر جهان تغییر روش به تسال آینده،
و در حقیقت کمک بکنه و بو 34 میلیارد دلاری که در وعده است او حرکت کنه و تمام قراردادهایی که امرای دولت صورت گرفته مانند 10 میلیارد دلار تنها لیتیوم مچی شده قرارداد شده، اگر چنین صورت بگیره فکر میکنم باز یک دولت جدید خود موجود آمد که دولت فراگیر است و مثل که شورای امنیت هم میگه که باید ماده سوم و چهارم قرارداد دو تطبیق شود و وقت است که ما یک نوید خوبی را برای اقتصاد افغانستان میگیریم. در غیر صورت عمیق اگر چنین باشه و این آساس میکاسه من حال تفلان خراب میبینم. قربان شما. ممنون از توضیحاتتون سید مسعود، استاد دانشکده اقتصاد از ونکوور.